سلام، من سونی عزیزی با این بخش خبری از شبکه رادیو و تلویزیون آریانا هرات در حضور شما قرار دارم. امروز دوشنبه پنجم عمل سال 1392 هجری خورشیدی برابر با 25 مارچ 2013 میلادی است. در نخست سرخط چند خبر مهم: انتقاد شهروندان هرات از بی‌توجهی مسئولان به حفظ آثار و آبده‌های تاریخی، نگرانی از مسلب بودن 70% از شهروندان غور و تخریب صدها جریب زمین کشت شده کوکنار در ولایت فرا. مشروع خبرها، خبر اول را از هرات و از منارهای مصلای این ولایت آغاز می کنیم. سرک میان منارهای مصلای هرات که تاکنون چند بار مسدود و بار دیگر به روی وسایط باز شده، این بار به صورت اساسی جهت حفظ منارهای مصلای هرات مسدود خواهد شد. این وعده ای است که رئیس اطلاعات فرهنگ هرات داده است. با این حال، با گذشت یک روز از این وعده، هنوز سرک به روی وسایط سنگین و سبک باز هست. شهروندان در این مناطق از بی‌توجهی مسئولان با آثار و آبده‌های تاریخی انتقاد می‌کنند. همکارم گزارش دارد که با هم می‌بینیم. برنامه ما این هست که فردا ما بعد از ظهر برنامه داریم که اجر بریم رسما مسدود بکنیم و با هر نوع مشکلی که در اونجا باشه استادگی میکنیم و جدا سرک بند میکنیم. این وعده است که روز شنبه رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات به باشنده های این ولایت داد. مشکل بسته شدن سرک مناره های مصلای هرات از سالها بدین سو یکی از جنجالی ترین موضوعات در ولایت هرات بوده است. این سرک بارها از سوی اداره های اطلاعات و فرهنگ، ترافیک و یا شهرداری بسته شده، اما پس از مدتی دوباره از سوی باشنده های محل و یا عابران آن منطقه باز شده است. اما رئیس جدید اداره اطلاعات و فرهنگ هرات روز شنبه گفت که این سرک را بر علاوه سنگ های بتونی با سیم های خاردار می بندد. آریا رئوفیان در گفتگوی با برنامه نشست آریانا هرات گفت که این سرک را عصر روز یکشنبه باری دیگر بر روی وسایط نقلیه بسته می کند. اما این حال و روز سرک مناره های مصلای هرات در عصر روز دوشنبه هست. باشنده های هرات نیز به این عقیده اند که دولت هیچ اقدام جدی را در راستای حفاظت از این آبده ها انجام نداده است. خواهشانه این جلوگیری از این جوار باید بکنن. این مناره ها ما خراب میکنه، این واسطان داستانی ما خراب میکنه، این باید از این بر رفت آمدش بسته شید. چرا این مسئله به جدیتی که دولت به کار آورده باید رسیدگی کنه؟ میراث‌های فرهنگی به دیگر کشورها باعث افتخار نه، میراث‌هایی است که به درد می‌خوره، ولی از ما نه. نگاه کنیم بیشتر خراب کنه، هر چی معتاد، هر چی بختی از این میراث فرهنگی، دولت باید رسیدگی کنه، اینا رو باید پارک درست کنه، برای مردم راه هم باز. رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات اما میگوید که آنها در سال جاری دیوار احاطه‌ای اطراف مناره ها را می‌سازند تا از این طریق از نگرانی های موجود در این زمینه بکاهند. مسدود چه ساحه یک سایه تقریبا ممنوعه بشه تا داخل از اون بتونه ما اصلاحات بیاریم و پستی بلندی ها رو از بین ببریم، تا اینکه از یک طرف دیگه و منانه ها دچار مشکل نشه، از یک طرف و جاده کاملا مسدود نشه. این برنامه در دراز مدت. شماری از کارشناسان در هرات به این عقیده اند که نبود هماهنگی میان اداره های اطلاعات و فرهنگ، شهرداری و ترافیک هرات سبب آن شده تا چندین بار این سرک پس از بسته شدن دوباره باز شود. موضوع بسته شدن سرک مناره های مصلای هرات زمانی بر سر زبان ها افتاد که سازمان فرهنگی جهان بسته شدن این سرک را یکی از شرایط ثبت این آبده ها در فهرست آبده های تاریخی جهانی قرار داد. پس از این موضوع بارها این سرک باز و بسته می شود و هیچ اقدام قاطعی نیز در این زمینه صورت نمی گیرد. والی هرات میگوید در سال 1391 هجری خورشیدی پروژه‌های زیربنایی متعددی در هرات تطبیق شده است. او با اشاره به آغاز به کار ساخت سرک‌های مواصلاتی بین چند ولسوالی تاکید می‌کند که هرات ظرفیت زیادی برای رشد اقتصادی دارد. به گفته آقای سبا، تطبیق پروژه‌های زیربنایی در سال 1392 هجری خورشیدی ادامه خواهد داشت. همکارم سید محمد فقیری گزارش می‌دهد. هرات بعد از کابل بزرگترین شهر افغانستان می باشد که با نفوذ تخمینی 3 میلیونیش نیازمند پروژه‌های زیربنایی و خدمات رفاهی می باشد. در سال 1391 چندین پروژه در هرات تطبیق گردید که می توان از ایجاد تأسیسات مدرن برای اداره اطفائیه و گسترش آن در بنادر، پروژه میدان هوایی بین المللی هرات،
پروژه ساختن سرک ولسوالی های پشتون زرقون، قوریان و زندجان و سرک های شیندند، آغاز به کار مجدد سرک ارمل اقلامان و دیگر پروژه ها یاد کرد. داوود چاسبا والی هرات میگوید که در سال 1392 نیز تطبیق پروژه های بازسازی ادامه داشته و اداره ولایت تلاش میکند تا پروژه های بیشتری را تطبیق نماید. در سال آینده نیز ما تداوم این پروژه ها را و پروژه های بسیار بزرگ دیگه را شاهد باشیم و مومنتومی که در هرات از نقطه نظر رشد انکشافی چی در سکتور عرصه زیربنا که مربوط دولت هست و چی در عرصه رشد اقتصادی سکتور خصوصی ما شاید استعدادهای بیشتر باشیم، مثل که امسال ما در شرک صنعتی هم شاهد اعمار فابریکای بسیار زیاد و حیاتی برای افغانستان بودیم. شماری از کارشناسان در هرات بین باورند که دولت مرکزی در قسمت تقسیم بودجه در برابر هرات عادلانه برخورد نمی کند. به گفته آنان هرات ظرفیت و نیازمندی های زیادی در قسمت های گوناگون دارد، اما تا اکنون به این نیازمندی ها از سوی دولت هیچ پاسخ داده نشده است. در همین زمینه انجینیر عبدالرحمن سلایی کارشناس در هرات با ما هستند. آقای سلایی، به نظر شما چی پروژه های انکشافی باید به هرات عملی می شد که تطبیق نشده و دیدگاه شما در این مورد چی است؟ خب ما میتونیم بگیم که پروژه انکشافی و زیربنایی کدام پروژه است. مثلا سرک ها از جمله پروژه انکشافی زیربنایی است، معادن از پروژه انکشافی زیربنایی است، توسعه میدان هوایی و میدان هوایی بین المللی وقتی که میشه یک پروژه انکشافی و زیربنایی است، بند سلما میتونه از پروژه انکشافی زیربنایی باشه. و این پروژه های انکشافی زیربنایی نمیتونن طی مدت یک سال شش ماه اینا تکمیل شه و برابرداری سپرده شه. اساسا اینا پروژه ای است که بین 2 تا 3 سال در بر میگیره و این پروژه به شکل انتقالی از یک سال به سال دیگر انتقال پیدا میکنه و دوام کار مدت زمان پروژه است که پروژه میتونه در یک سال اساس گذاری شه، 2 سال بعد به بهره برداری سپرده شود. اساسا در هرات در سال 1391 پروژه انکشافی اساسی که بسیار های اهمیت برای اقتصاد هرات مسئله سرک های بین ولسوالی ها و شهر بوده که بالاخره اساس گذاری شده و افتتاح شد، سرک هرات گذر پشتون زرقون و هرات زندجان غوریان که 2 سرک بسیار عمده و اساسی ولسوالی های، و سرک هرات ارملق و ارملق طرف باد لامان که از پروژه های اساسی حلقوی افغانستانه که به سطح کشور های زحمیته. این پروژه اساسی زربنایی بده که حدود اضافه 200 یا 250 میلیون دلار بودجه انکشافی داره برای تطبیق این پروژه. و از طرف دیگه پروژه توسعه میدان هوایی که یک پروژه بسیار اساسی و عمده ای که میتونه تاثیرگذار باشه روی رشد اقتصاد و یکی هرات را تبدیل کنه و یکی از میدان هوایی بین المللی و میدان کارگوی تجارتی. سپاس از شما. ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات با رسانه هایی که اصول خبرنگاری را رعایت نکنند برخورد قانونی خواهد کرد. مسئولان در این ریاست میگویند در سال پیش رو رسانه های ارتباط جمعی از سوی این اداره مانیتورینگ می شوند و برای حرکت به سوی تخصصی شدن رسانه در هرات این تر عملی خواهد شد. با گزارش در این زمینه توجه کنید. خبرنگار، اما این نام فقط برچسب زیبایی است که به برخی کارکنان در رسانه ها داده شده. افراد بی تخصص به خاطر گسترش کمی رسانه ها در هرات به این حوزه جا داده شده اند و این مسئله باعث نگرانی خبرنگاران حرفه‌ای در این ولایت شده است و از سوی هم برخی رسانه ها را به سوی بی اصولی حرکت داده است. کسایی که اونا چند سال در پانزه ژورنالیسم یا در رشته ژورنالیسم اونا دانش‌های لازم را فرا می‌گیرند، دقیقاً می‌تونه که او کاربرد بالاتر نسبت به کسایی که تازه وارد کار می‌شن و می‌خوان که این محک و این آزمون در رسانه‌های مختلف انجام بدن، کار از اونا ضعیف‌تر به نظر می‌رسه و به نوعی مخاطب و مسئولان یا منابع خبری دلخور می‌سازه. با این حال ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات برای برطرف ساختن این مشکل در سالی که تازه آغاز شده می‌خواهد رسانه‌ها را مانیتورینگ کند تا از این راه بود کیفیت رسانه ها نیز در دید باشد. نگرانی دیگر خبرنگاران در هرات نهادهایی است که با آموزش های 2 ماه و 3 ماهه برای افراد غیر مسلکی هویت خبرنگاری می دهند. اما مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات می گویند در سال پیش رو از چنین نهادهایی جلوگیری می شود. 2 ماه 3 ماه یک کورس می بینه کارت خبرنگاری برای از او توزیع می شود. در این مورد چندان جلوگیری خواهد کرده. در ارتباط به این که رسانه ها یک مقدار اگر ما بخوایم که بگیم برن به طرف تخصصی شدن، یکی از گام های نخستین چی است؟ این که بتانه ما افرادی که در رسانه ها جذب میشن تلاش بکنیم تا این افراد دانش دیده باشن، اینا صلاحیت
حضور در رسانه‌ها داشته باشن. از جهت دیگر خبرنگاران با مشکلات امنیتی در سال 1391 خورشیدی روبرو بودند. بر اساس گزارش دیدبان آزاد رسانه‌های افغانستان، در سالی که گذشت 71 رویداد خشونت آمیز در برابر خبرنگاران از سوی بخش‌های مختلف به ثبت رسیده است. اما خبرنگارانی که فقط به نام خبرنگارند، چالش دیگری در کنار نگرانی از امنیت خبرنگاران است. پس از سرخط مهمترین خبرهای روز، پیگیر خبرهای اقتصادی باشید.